سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. چیزی در حدود یک سال پیش ما وقتی میخواستیم با همدیگه صحبت بکنیم، وطن فروش های ما بر این تاکید داشتن که ما موفق شدیم بر افکار عمومی در ایران اثر بذاریم، ما موفق شدیم باورها رو تغییر بدیم، ما موفق شدیم فلان بکنیم بیسار بکنیم، و الان وقتش رسیده است که اثرگذاری بر مغز مردم ایران در خیابانها خودش رو نشون بده، کارش تموم فلان بیسار. الان که دارم با شما صحبت میکنم، بخش قابل ملاحظه ای از محتواهای اینها اختصاص پیدا کرده به اینکه جمهوری اسلامی داره باورهای کف خیابانهای غرب و آمریکا رو تغییر میده. جمهوری اسلامی داره تصمیم سازها در کشور آمریکا رو تغییر میده. جمهوری اسلامی داره ادراک مردم در کشورهای عربی رو تغییر میده. چقدر خفن شدیم ما یه دفعه. ما مگه همونایی نیستیم که یه سال خورده یه پیش در حال براندازی بودیم؟ نه، اون موقع در اون بازه زمانی نیاز به یه کار رسانه‌ای داشت به جهت اینکه شمای مخاطب رو فریب بده، فضای کشور رو ملتهب بکنه، ماها رو بندازه به جون همدیگه و ادامه داستان‌ها. الان عبور کرده، مجبور هست واقعیت‌های را روایت بکند و البته نکاتی هم بگوید که حالا میریم جلوتر دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد. ببینیم برمیگردیم. اگر از مسئولان جمهوری اسلامی بپرسید خواهند گفتش که چطور استش که غربی ها تلاش میکنن نفوذ فرهنگی در ایران داشته باشند به واسطه شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی، حمایت دولت آمریکا از پروژه‌های مثل استارلینک و وی پی ان و نهادهای مثل صدای آمریکا، ولی چطور اشکال داره اگر ما تلاش بکنیم که نفوذ بکنیم در فرهنگ آمریکایی؟ من اسمش رو میگذارم سیاست زیر آتش سنگین، یعنی آتش سنگینی که جمهوری اسلامی از نظر سایبری، از نظر اطلاعاتی و از نظر نیروهای نیابتی سایبری و اطلاعاتیش در خارج از ایران، در آمریکا، در اروپای غربی علیه کشورهای اروپایی و آمریکایی در واقع در پیش گرفته و افزون بر اون جنگ نرم که جناب حسامی گفتن در منطقه انجامش میده و با این حمله گازانبوری همزمان همیشه تونسته این نتیجه داده، ما توی وهله‌های مختلف دیدیم نتیجه داده توی 40 سال گذشته، امتیازاتی رو از غربی‌ها بگیره و الان هم که شما ملاحظه می‌فرمایید لابی و شبکه کارشناسان جمهوری اسلامی که ایران اینترنشنال گزارش بسیار مهم و مفصلی درباره‌اش رو منتشر کرد وارد فعالیت دارن میشن. خب یه اختلافی بین علما در فضای وطن فروشی درباره میزان نفوذ ایران در کشورهای غربی از جمله آمریکا و تلاشی که موفق شده است انجام بدهد برای اختلاف در جامعه آمریکا. خیلی حرفه ها، یعنی من اگر جای مقامات آمریکا باشم همین الان میام تقدیر میکنم از مقامات، از کسایی که دارن در سعودی اینترنشنال کار میکنن و این دوتا کارشناس، میدونین چرا تقدیر میکنم؟ میام آقا شما واقعا انسانهای با شرفی هستین که عدم اختلاف در جامعه آمریکا برای شما مهمه. شما الان جلسه داری برگزار میکنی درباره اینکه جمهوری اسلامی خطر، جمهوری اسلامی میخواهد اختلاف ایجاد بکنه، تیتر برنامه‌ش اینه در جامعه آمریکا. پس تو خیلی آدم وفاداری هستی به آمریکا، ما باید قدردان باشیم، باید ازت تقدیر بکنیم. درباره ایران چی؟ نه، درباره ایران که اینجا تجزیه طلبم میارم میشونم ازش میخوام که صحبت بکنه در خصوص تجزیه ایران. ما با همچین جماعتی طرفیم، ادامه‌اش رو ببینیم. جنبه تهاجمی جهاد طبیعی این است که خب ما میتونیم از همون ابزارها استفاده کنیم و تحت تاثیر قرار بدیم، حالا یا انتخابات آمریکا یا اون گفتمانسازی و روایت پردازی که افکار عمومی رو مخصوصا در مورد غزه و مردم فلسطین که ممکنه نه تنها کشورهای منطقه رو در حقیقت ترغیب کنه که عادی سازی رابطه رو با جمهوری با اسرائیل انجام ندن، مثلا اسرائیل و گالف استیت ها این استفاده ابزاری رو کنن و فشار بذارن رو دولت های داخلی اینها که این تندر ندن. این در واقع این استفاده که دارن انجام میدن و میکنن، جنبه تهاجمی اون مسئله جهاد طبیعی هست. بله، این بخش ما هم شنیدیم اتفاقاتی که در جامعه آمریکا داره رخ میده اینا جهاد طبیعی که آقای خامنه ای میگفته چقدر نفوذ داره، چقدر اثر داره حرفش. پس شما می که میگفتی آقا اوزه جور دیگه یه که نه، این جماعت وقتی میشینن با خودشون صحبت میکنن، وقتی میشینن دوتا شارتا میکنن، وقتی داستانهایی رو در ذهن خودشون به بررسی میگذارند، امیدی برای به صلاح خودمون
ادامه تقابل با جمهوری اسلامی ندارن. بزرگترهای خودشون رو هم درگیر تنش‌های می‌بینن که بخشش از صحبت‌های اینها داره این شکلی می‌زنه بیرون. بریم ادامه‌اش رو ببینیم، برمیگردیم. این یکی از جاهایی که جمهوری اسلامی سال‌هاست در اون سرمایه‌گذاری کرده، بحث عملیات نفوذ و جنگ روانی هستش. این که جمهوری اسلامی این فعالیت ها را در آمریکا انجام میده خب جای تعجب نداره. پیشتر هم دستگاه های اطلاعاتی آمریکا اشاره کرده بودند. من امیدوارم که این در واقع یک زنگ خطری باشه، به یک زنگ خطر دو حزبی برای هر دو حزب ایالات متحده، به نفوذ جمهوری اسلامی در درون آمریکا رو جدی بگیرن، چه بحث عملیات نفوذ و جنگ روانیش. دولت آمریکا، چه دولت فعلی چه دولت آینده، از چه راهایی میتونه با این اقدامات جمهوری اسلامی مقابله کنه؟ این واقعیت این هستش که درستی که جمهوری اسلامی تلاشش این هست که به صورت دو حزبی نفوذ بکنه، اما به دلیل برخی همپوشانی هایی که در گروه هایی که حالا چپگراتر هستن و اینها عمدتا در حزب دموکرات خودشون رو تعریف میکنن، به نظر میاد که جمهوری اسلامی خب اونجا موفق در بوده، علارغم اینکه در بین اون گروه بخش های از گروه های راستگرا که حالا بهشون میگن انزوا طلب یا اون بخش هایی که ضد یهود هستن، با اونها هم سعی کرده ارتباط زیادی بگیره. خیلی خب، بخش از این صحبت ها رو شنیدیم. جمهوری اسلامی در کشورهای عربی که داره ارتباط میگیره، اینا متنفر شدن از عادی سازی روابط. در آمریکا هم که داره کار خودش رو پیش میبره، لابی هاش که کاری کردن که به همه به اصطلاح خودمون همسو بشن با جمهوری اسلامی، تفکراتش هم که داره پیگیر. چقدر خفنه! اگر انقدر خفنه چرا داری باش دشمنی میکنی؟ چرا از مواهب دوستی باش بهره نمیبری؟ بعد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رو جمهوری اسلامی در منطقه زیرابشو زده. اگه جمهوری اسلامی زیرابشو زده، من میخوام بپذیرم این اتفاقات فلسطین و این 40,000 نفری که کشته شدن هم توش نقش داشته. نه دیگه، جمهوری اسلامی داره با کمک رسانه‌هاش این کارها رو انجام میده. بچه جمهوری اسلامی خفنیه، این همه رسانه داره، کشورهای عربی رو تحت تاثیر قرار داده، آمریکا و غرب هم با بازی‌های خودش تحت تاثیر قرار داده، تو جامعه خودش نتونست این کارو حداکثری انجام بده. شاهکاره این چیزهایی که وطن فروشا دارن مطرح می‌کنن. شاه البته من خدمت شما عرض بکنم، بخشی از آن چیزی که داره رخ میده حقایقی هست در کشورهای غربی که من با شبکه‌های اجتماعی و تولیدات رسانه‌ای و با لابی‌گری و اینا شکل ندادم. واقعیت‌های در حال رخ دادن است، آنها را وادار می‌کند این واقعیت‌ها که مسائل را درست درک بکنند، مسائل را درست بفهمند، و این درست فهمیدن و درست درک کردن خروجی شده اینها که داریم در میدان می‌بینیم. طولانی‌ترش نمی‌کنم. دوستان عزیز، یک مسئله‌ای رو من همیشه به رفقای خارج از کشور تأکید می‌کنم. یک، حضور در تظاهرات در دفاع از فلسطین، از مظلومیت این مردم. دو، مسائل مربوط به مراسم هایی که برای آقای امام حسینه. قبل از عاشورا هم اگر یادتون باشه من تأکیداتی داشتم. علت میدونی چیه؟ شما حضور پیدا میکنی در یک ماجرایی و به نظر خودت یک نفری هستی از یک جمعیت. اینا وقتی فیلم هاشو میبینن شوکه میشن. چرا؟ چون حقیقت رو داره میبینه. اون چیزی که در حال رخ دادن است رو به چشم داره میبینه، باهاش روبرو شده. این خیلی مسئله مهمیه. پس از این مراسم های این شکلی غافل نباشید. حرفای منم وقتی تاکید میکنم براتون کلیشه‌ای نشه. خدا قوت میگم به همه دوستانی که در مراسم های مختلف حضور پیدا میکنن، از جمله مراسم مربوط به مراسم اربعینی که در پیش داریم برای آقای امام حسین و مراسم های مذهبی مشابهی که در کشور غربی هم برگزار خواهد شد. نکته دیگه‌ای ندارم. اگر نکته بود شما در قالب پیام برای من بفرستید، ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست. میخوایم بریم چند تا پیام با هم دیگه بخونیم. یه رفیقی گفته که آقای تلگر ازت خیلی ممنونم، اصلا تصور نمیکردم که جرأت پیدا بکنی بخوای درباره این موارد حرف بزنی، این بسیار عالیه. دوست دیگری گفته که یه مسیر طولانی اومدم با شما، شما رو شناختم و مطمئن هستم که درست داری پیش میری و حمایت میکنم ازت. خیلی ممنونم از دوستانی که این جنس از پیام ها رو این روزها برای من زیاد ارسال کردن، دوستانی که احساس کردن وقتی هجمه علیه من هست باید دفاع بکنن. این پیام ها منو خیلی شرمنده کرد. یکی دیگه برگشته گفته که تو آبرو تو گذاشتی وسط، داری این حرف رو میزنی و به اصطلاح خودمون. اجازه بدید من این بخش رو ببینم.
بله ببخشید من باید این قسمت رو میدیدم، گفته که و امیدوارم که این مسیر ادامه پیدا کنه. تشکر میکنم از شما. ما یک انتخابات به اصطلاح خودمون در پیش داشتیم که درش یه سری مسئله رخ داد، سری مخاطب رو ازش هل دادن که مخاطب نفهمه. مثلا چیا رخ داد که نفهمیدن؟ مثلا یکی از موارد این بود که من بارها گفتم بازم میگم هیچ ترسی هم از گفتنش نداره، حاجی زاده اومد با شما حزب اللهی نه با مردم ایران با شما صحبت کرد، شما به حرفش گوش ندادی، بعد تو الان داری به من فحش میدی، من سرزنش میکنی. تو بازی رو یه جوری فهمیدی خلاف اینایی که بزرگتر محسوب میشن، من دارم سرزنش میشم، اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. این مسائل رو همه رو بذارید کنار، فراموش میکنی. ما انتخابات در پیش داریم، 4 سال دیگه انتخابات در پیش داریم. در چه شرایطی؟ در شرایطی که ما یه 18 میلیون رای داشتیم، بالگرد رئیسی مستقیم خورد به یه کوهی، فضا غم انگیز شد، مردم میتونستن همراه بشن، این 18 میلیون بره بالاتر، ما فقط 14 میلیون تشتونستیم نگه داریم، 13 میلیون خورده ای. به چی باید افتخار بکنم؟ از چی باید خوشحال بشم؟ مجبور هستم به شما کمک بکنم. البته به شما که میگم منظورم کسانی هست که میخوان کار حرفه‌ای بکنن در دنیای سیاست و کار رسمی بکنن، که آسیب شناسی بکنن. تو این آسیب شناسی نه کسی باید تأخیر بشه، نه کسی باید تخریب بشه، نه کسی باید تأخیر بشه، نه کسی به حاشیه بره، نه چیزهای دیگر. نه، میخوایم مرور کنیم بگیم آقا بازی این شکلی بوده، مثل همه مسابقات فوتبالی که تا الان برگزار کردیم. ایران توی مسابقات جام جهانی بود فکر کنم، یه صحنه هست همه بازیکن‌ها ما رفتن یه گوشه زمین، یه طرف دیگه دروازه خالی، ما بازی رو باختیم. هنوز ما درباره اون یه دونه عکس داریم حرف می‌زنیم. سیاست هم همینه، دنیای سیاست همینه. من امروز میتونم همزمان با شما بیام بگم کاپ اخلاق شما آوردیم بچه‌ها، تشویقتون کنم. نه، من دارم بهتون خیانت میکنم با این کار. جبهه انقلاب نیاز به این داره که فضا رو یه دور درش مرور بکنیم، آنالیز بکنیم، ببینیم چی اتفاق افتاده، ببینیم چرا وضعیت این شکلی شده، بررسی بکنیم حقایقی که شما نمیدانید. ندانسته هایی هست که شما به واسطه اینکه بهش اشراف ندارید، از این دانسته هایی که خیلی در مقابل اون ندانسته ها کمی، از اونها این شکلی دفاع میکنید. کمی صبر بکنید، این حملاتی هم که به من میشه در جاهای مختلف در کانال های به ویژه ایتا نزدیک 50 تا کانال توی ایتا من تکفیر کردم، حملاتی که به من میشه توییتر ایتا این ورمور، اصلا اینا شما رو متعجب نکنه. من دارم درباره جماعتی صحبت میکنم تو جبهه انقلاب، اینا بازی خراب کنن. این صاحب کانال داره یا نداره، این صاحب توییتر داره یا نداره، این ادمین در فلانجا داره یا نداره، همه اینا رو داره دیگه. تو فکر اینا ساکت میشنن بشینن منو نگاه بکنم؟ نه، قطعا هزینه خواهد داشت این حرفو برای من هزینهشو میدم. امروز من مثل همه کسانیه که یه بازی رو شروع میکنن، یه حرفی رو شروع میکنن گفتن، یه سال بعد عده زیادی در شبکه های اجتماعی این ور اونور با اینا همراه میشن، یه حرفا رو میزنن. امروزی که داره فحش میخوره اذیت ممکنه بشه، مخاطبش ممکنه دچار تردید بشه، بشی چشکال نداره، یه سال بعد همه میفهمن بازی چه شکلیه. من دنبال همچین چیزی هستم. شما دیگه، ما واقعا دیگه ظرفیتشو نداریم که هر سری بخوایم بریم توی انتخابات شکست بخوریم، از انتخابات بیایم بیرون با ندانمکاری کسانی که اینا دارن تلاش میکنن مخاطبم فریب بدن. نه، این ماجرا رو به یاری خدا باید درستش بکنیم. من درستش میکنم این قضیه رو تا تشم وای میسم، کوتاه هم نمیام، خیالتون راحت باشه. شما هر کجا دیدین به اصطلاح خودمون مسئله براتون مبهم هست، پیام بدید، نکتتون رو مطرح بکنید، آنجایی که براتون علامت سوال هست بگید، تا به یاری حضرت الله بازی رو پیش ببریم. ادهی اقلیت در جبهه انقلاب این سالها همه رو پرت کردن بیرون. چرا؟ چون ببین اسمش جبهه انقلابه، ولی من میخوام جبهه خودم باشه. به هر کسی یه تهمتی میزنم، یه تخریبی، یه حرفی، همه برن بیرون، همه منفور بشن. افکار عمومی فقط منو محبوب بدونه، جبهه انقلاب فقط منو محدود بدونه، هوادارش. نه، این شکلی نمیشه، این خطرناکه، این خیلی مسئله خطرناکیه. شما نمیدونید آدمهای بزرگی، آدمهای مهمی به من پیام دادن، یا اون حرفای در گوشی به من میگه این گروهی که داری میگی فلانی فلانی فلان حجتیه ای هن. آخه به ما میگفتن اینا مثل این که حجتیه ای هن، بعد کاراشون عجیبه. افکار عمومی هم اکانت خیلی زیاد دارن، ساکتت میکنن، نمیذارین حرف بزنی. به خاطر همین دربارشون حرف کنم، اینا حجتیه ای هن. من به اون دوستان میگم، به شما میگم آروم باشید، با من بیاید جلو، صبور باشید، همش رو برای شما میگم. من نگفته برای شما نمیذارم بمونه. با اطمینانم به شما میگم، یه چیزایی میگم که مولا درزش نداره، یعنی ابهام نباشه که تو با اطمینان بتونی بفهمی چی داره اتفاق میفته. نکته دیگه ای ندارم، اگر بحثی چیزی بود در قالب پیام برای من ارسال بکنید. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.